بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت یکایک یک شما بینندگان محترم در خدمت شما عزیزا قرار دارم با یکی دیگر از مجموعه درس های مکتب تمدن امروز ما و شما پینجا و درس از جیولوژی صنف دهم را با هم دیگه می خوانیم درس امروز ما در مورد روی هم قرار گرفتن طبقات هست روی هم قرار گرفتن طبقات ما در درس روز گذشته در مورد استراتیگرافی خواندیم درس قبلی استراتیگرافی بود استراتیگرافی فصل جدید بود ما و شما در اونجا گفته بودیم که خب این منشأ لغتش از کجاست از کجا آمده بعد از او باز آمدیم ما و شما گفته بودیم که استراتیگرافی در حقیقت از چی بحث میکنه ما فهمیدیم که از علمی است که از طبقات زمین بحث میکرد یک سلسله موضوعاتی رو که استراتیگرافی مطالعه میکرد و از بخاطر همون موضوعات استراتیگرافی یک علم مهم در جیولوژی است از جمله تغییرات در فاسیس ها و تکامل موجودات زنده بود و به می ترتیب مهمترین نشان می بگیم که فعالیت بلکان ها بود و اکتشاف معادن بود معادن نفت، گاز و زخایر آب که اینا در حقیقت اهمیت علم استراتوگرافی را نشان میداد ما امروز در مورد روی هم قرار گرفتن طبقات میخوانیم یعنی این میخوانیم که این طبقات زمین چگونه و کدام اساس بالای یکدیگر قرار گرفتند چه حالت رخ داده خب موضوعات رو میاییم با هم دیگه میبینیم میگم مواد رسوبی در زمان تهنشین شدن در یک حوزه حوزه رسوبی به صورت افقی روی هم قرار گیرند. شما فرض میکنیم یک جای سیلاب آمده به طور نمونه یک جای سیلاب آمده بعد در اونجا بالاخره ای سیلاب که خود یک مقدار لای و گل و لوش و این موضوعات هم میاره زمانی که جریان آب آرام میشه در حقیقت یک به صورت افقی اینمی موادی که به صورت شناور همراه آب آمده هر گرد و خاک هر چیزی که بوده بالاخره لوش بوده هر چی که بوده اینا به صورت افقی ترسوب میکنند بر ما و شما میگه که مواد رسوبی در حقیقت در هر جایی که ترسوب کرده به صورت افقی اشتباه نکنین یکی افقی داریم یکی عمودی داریم به صورت افقی اینا روی هم قرار گرفتن این مواد با گذشت زمان و بر اثر عوامل مختلف سخت میشوند و به شکل طبقات سنگی تبدیل میشوند شما عزیزا ما یک مثال بسیار ساده براتون میزنم فرض میکنیم در یک جایی از فرض میکنیم اتاق یا خانه یا حولی ما یک کلکین بلند داریم معمولا دان از او کلکین رو قدر همیشه وقت خانه پاکاری میشه او رو کس پاک نمیکنه بلند از دست نمیرسه حالا ماهی یک بار که یک پاکاری عمومی میشه او رو پاک میکنن ببینید همون خاکی که در همون نشسته او به سختی پاک میشه یک صافی رو باید ترک کنن و رو پاک کنن این به ما چی رو نشان داد؟ با گذشت زمان اونمو گرد و خاکی که نشسته تهنشین شده از هوا سخت شده یعنی با گذشت یک ماه سخت شده اگه یک سال میگذشت باید صافی خوب تر میکدیم اگه این فرض کنیم ده سال میگذشت باید زور میزدیم که پاک میشد اگر تصور کنیم این صد سال بگذره چی میشه اگر این میلیون سال از سرش سپری شود وقتی عمر زمین چهار هزار و میلیون سال هست در یک حوزه ترسباتی امکان داره اون حوزه در یک میلیارد سال تشکیل شده باشه در طول از یک میلیارد سال بسیاری از قسمت ها که اول گرد و خاک بوده به سنگ تبدیل شده وقتی فشرده شده فشرده شده سر به سر قرار گرفته بسیار شکل محکم رو به خود گرفتن بناا میگه که با گذشت زمان در اثر عوامل مختلف اینا به شکل طبقات سنگی تبدیل میشن روی هم قرار گرفتن طبقات رسوبی یک شاخص خوب برای تعیین عمر نسبی طبقات نیز شمرده می شود وقتی طبقات روی هم قرار می شما فرض کنید دست یک, طبق یک طبقه است ای حالا تخت پاک یک طبقه دیگه و ای یک طبقه دیگه وقتی روی هم دیگه اینا قرار می گیرن خب در قدم اول حدس بر این میره که اینمی طبقه که پایین است این طبقه اول تشکیل شده عمر بیشتر داره قدامت بیشتر داره بعدی طبقه دومی و در آخر طبقه بالایی که است یعنی هر قدر به سمت بالا ما میاییم هر قدر به سمت بالا میریم عمر طبقات اتور کمتر میشه یعنی طبقات تازه تشکیل میشن پس روی هم قرار گرفتن طبقات میگه یک شاخص خوب برای تعیین عمر به شمار میره یعنی ما و شما میتونیم با استفاده از اینی که هر طبقه پایین تر است استدلال کنیم که این قدیمی تر است عمر بیشتر داره میگه زیرا بر اساس تسلسل طبقات همین گپ یک مال برای شما گفتم زیرا بر اساس تسلسل طبقات طبقاتی که در پایین قرار دارند قدیمی و طبقاتی که در بالا قرار دارند طبقات جوان را تشکیل میدهند یعنی قاعده به می است اگر کدام عامل درونی تاثیر نمانه اگر کدام عامل دیگه عامل خارجی یا از درون زمین یا بیرونی تاثیر نمانه طبقات باید به می ترتیب باشه که طبقه پایین تر قدیمی تر هر چی بالا میاییم جوان تر میشه اما کاش رقم می بود تو نمیمانه میگه اما حالاتی نیز وجود دارد که طبقات رسوبی حالت افقی خود را نسبت عوامل مختلف که از عمق زمین سرچشمه میگیرد از دست داده طبقات جوان در زیر طبقات قدیمی قرار میگیرند بعضی وقتا میشه بعضی حالت ها رخ میده فعالیت های پلیت تکتونیک فعالیت های ولکان ها حرکت پلیت ها حرکت دور شونده نزدیک شونده اینا باعث میشن که طبقات جوانتر پایینتر میرن طبقات پیرتر بالاتر میرن یعنی تسلسل بر هم میخوره دیگه هر قدر پایینتر بریم جوانتر ببخشین پیرتر نیست قدیمیتر نیست هر قدر بالاتر بیایم جوانتر نیست و این گدوت شده چون تغییرات با وجود آمد و یادتان باشه تغییرات از اعماق زمین سرچشمه میگیره و بیشتر حرکت پلیت زمین است حرکت پلیت زمین باعث تمام اینمی تغییرات میتونه که شوه و میتونه تغییراتی رو در طبقات به وجود بیاره این حالت را میگه به نام حالت چین خورده و یا پیچ و تاب خورده یاد می نمایند که در این صورت عمر نسبی طبقات بر اساس میتود پالنتولوژیکی که ما و شما رو در درس های قبلی خواندیم میتونن که تشخیص بدن حالا اگه طبقات برهم هم نخورده باشه روی هم قرار گرفته باشه که چه آسان عمر بسیار به سادگی میتونه تثبیت شود اما اگه طبقات تسلسلش بر هم خورده باشه باز او اسنا دیگه ما و شما از میتود استراتیگرافی نمیتونیم بیاییم استفاده کنیم و باز بیشتر میتود پالنتولوژی است اساس میتود پالنتولوژی رو ما و شما گفته بودیم فسیل تشکیل میده شما با استفاده از فسیل هایی که در اونجا پیدا میتونین میتونین در مورد عمر طبقات نظر بتین و بگویند که این طبقات مثلا در چند میلیون سال قبل به وجود آمده بود و میتونین جوانتر و قدیمیتر از همدیگه تشخیص بتین پس تا بال فامیدیم که اگه طبقات, طبقات افقی تشکیل میشه اگر افقی کامل منظم طبقات تشکیل شده بود هیچ کدام مشکلی با وجود نامده بود هیچ کدام چین خوردگی تاب خوردگی با وجود نامده بود هر چی طبقه پایین تر هر چی بالاتر جوانتر اما اگه مثل نزی، چین و تاب داشت باز وقت یک مقدار سخت میشه نمیتونیم بگیم که این طبقه عمرش با این طبقه که در کنارش هست مساوی است شاید پیرتر باشه و این جوانتر باشه که در اثر تاب, ها، خوردگی ها و چین خوردگی ها به سمت پایین فرو رفته باشه یک مطلب دیگه ما شما در اینجا داریم میگه مرحله افقی قرار گرفتن طبقات در حوزه های ترسباتی یعنی در ابهار جهیل ها و بهیره ها بیشتر حوزه های ترسباتی این می, می قسمت هاست دیگه جایی است که آب باشه و اونجا در حقیقت یک مقدار بارندگی ها آب ها رو میاره در خلال از این آب که میاره گل و سنگ و لای و لوش و هر چی که در مسیر را میتونه کدش بیا انتقال پیدا میکنه و در اونجا وقتی که آب آمد ساکن شد یک مقدار یعنی امو حالت تغیان خود از دست داد حالت حرکت سریع خود از دست داد باز ساستا میتونه که مواد که اضافی است معلق مانده در آب اینا رسوب کنن میگه در طبقات در حوزه های ترسباتی به شکل افقی رسوب می در دریاها در جهیلها در یگان بندی که در منطقه هایتان باشه یگان جوی او و دقل چیزی که جوی او خواست دیگه دیدیم همون خط و لای و لوش در کف جوی به صورت همون رقم افقی رسوب می و این حالت افقی طبقات تا زمانی حفظ می شود که حوزه ترسباتی آرام بوده و گرفتار تشنجات نگردیده باشد یعنی چی؟ یعنی بدل دل خود رسوب کده باشه کدام عامل دیگه تاثیر نمانده باشه بالای او فرض کنیم یک جای آب میره یک جوی است اگر بانیم بدل دل خودش آب بره خب مواد رسوبی به صورت منظم و رسوب میکنه در کف جوی اما اگه بیل گرفتیم شرک داده میشی تشنجات شد ما شما آمدیم حالت آرام از تغییر دادیم باز میتونه که یک جای مثلا ترسب زیاد شد و یک جای اصلا وجود نداشته باشه تغییرات درش با وجود بیه که باز در حالت دیگه در حقیقت یعنی یک مثال بود که برای شما زدم اما از طرف زمین میگه قواه های داخلی باعث میشه که تغییرات بیه میگه هرگاه قواه داخلی زمین بر حوزه ترسباتی وارد گردد در آن صورت طبقات حالت افقی خود را از دست می دهند یک قوه هایی که از طرف داخل زمین می وارد شود می تانه تغییرات را به وجود بیاره و ای مثل امو که من مثال زدم گفتم فرض رو که بیل ما گرفتیم آبی را که از یک جویچه روان است تغییر دادیم در غیر از او اگر او کار نکنیم ترسب به می ترتیب به صورت افقی صورت می گیره خب دوستای عزیز ای بود در مورد درس امروز ما و شما امیدوار هستیم که درس فامیده باشین بنابراین ما فامیدیم که طبقات روی همدیگه به صورت افقی قرار میگیره به پایان درس امروزی رسیدیم تا دیدار بعد که در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم همگی تانه به الله یکتا میسپارم